شروع شوه بیدم آمده. سلام عرض میکنم خدمت شما ایزان خواران و برادران بسیار بسیار ارجمند عزیز که امروز دوباره در خانه خداوند در حضور هم دیگه آمدیم ام تا از قوت رول قدوس اینجا نه تنها لذت ببریم بلکه پر شویم و در این جمع با خداوند خود ما زمان را در شادی و روحانیت باشیم آمین خدا را شکر میکنم حسن یک شنبه شما و شادی و سلامتی هم اقیم دعا سلام رام داریم خدمت ایزان که از طریق میدیا ما را میبینند فیض خدا با شما باشد امراهان و دوستان عزیزه که هر هفته وفادارانه ما را یا کلیسای الفا امیگار شما دنبال میکنین و از کلام خدا مطمئنن که برکت میگیرین خوار فاطمه می عزیز دعا کردن و کلام را از خداوند گفتن خدا را شکر میکنیم قبل از که بریم کل پیام را بگویم واقعا هیچ نبی نیست که از خداوند دریافت نکنه و بیایه و حرف خودش را بگوید. این پیام خدا و کلام خداست که نه ما داد من و خور فاطمه عزیز قبل از اینکه این پیام را آماده بکنم در جیران هفته از پاسور عزیز پیام دریافت کردم که خب امروز ای خدمت را داشته باشم اینجا و مطمئنا که دعا کردم نه یک بار نه دو بار بلکه سه چهار بار دعا کردم اما نه تنها من دعا کردم ایزان که خداوند در این دعا ما را چنین هدایت کرد یک موضوعی که ارتباط به دعا داره بگویم خدمت شما این ارتباط با نیست اما زمانی که پاسور برمت تماس گرفتن و خدمت امروز را گفتن بلا فاصله شبش ما در خواب دیدم ما آدم مثل کم خواب میبینم یا اگر میبینم به یادم نمیمانه در خواب دیدم که پاسور از من سوال میکنه که در مورد چی میخوایی صحبت بکنی. و ما بلا فاصله برای پاسور میگم که من میخوایم در رابطه با شمون, شمون صحبت بکنم شمون شخص است که در کتاب یوحنا باب پنج رو بدن باز میخوانیم و پاسور میگه که این موضوع بسیار سخته بسیار سخیل است میتونی را صحبت بکنی ما میگم خب دعا میکنیم خداوند چی هدایت میکنه پاسور بلا فاصله شروع میکنه به دعا کردن نه تنها برای من بلکه برای اینایی که ایزان که اینجا نشستین و اونایی که از طریق میدیا میبینین در کل پاسور دعا میکنه که از شنیدن این پیام امروز قلب ها لمس شوه نه تنها یک موضوع باشه که صحبت شوه بلکه این پیام مکاشفه شوه کلمه که تاکید کردن روی مکاشفه کلام بود روی دریافت کلام بود که کلام دریافت شوه از جانب روی خدا گوینده مهم نیست ما بلند گوی هستیم که پیام خدا رو بسیار شلیک میکنیم به طرف قلب های شما این خداوند است که وارد قلب میکنه رو مکاشفه میکنه رو حق میکنه نگه نگاه میداره برای خودش آمین این بود اما دعایی که قبل از پیام بود و من با شادی این پیام را دمو لحظه گرفتم و روش دعا کردم از خداوند آیات دیگه رو داد گرفتم و بعض صحبت های دیگه که خداوند داد حالا پیام خدا کلام خدا زنده است هر لحظه صحبت میکنه هر لحظه حرف میزنه با ما ما اول این ساعت نگاه بکنم که دوباره ملامت گیریم نه ده دقیقه با پنج مانده من ایزان امروز بخوایم بگویم که شما با امید اطمینان و آرزو آمده اینجا بله از یک موضوعش من آگاهی دارم از یکش نه از یکی چی امید در دل شماست من نمیدونم خدا میدونم ولی عطس میزنم که امید شما است که امروز در این جلسه با خداوند ملاقات بکنه این امید این فقط اما ایمان من میگه اما از آرزوی شما میدانم که چی است و آرزویی هستش که ای کاش امروز این موضوع بیشتر از سه ساعت طول نکشه کافی سه ساعت خدا رجا پس ایزان وقتی که ما به این جهان امروز اطرافیان خود ما یا شرایط امروز دنیا نظر بندازیم فکر میکنیم چی میبینیم من که به جز از ناراحتی چیز دیگه نمیبینم هیچ خبر خوشی درش نمیشنم چند روز پیش با دوستان و خادمین صحبت میکردیم روی این مسائل کلام خدا و وعظ و وایز و کسی که از کلام خدا صحبت میکن چون من اکثرا در میدیا هستم در هفته سه, سه بار در میدیا باشم. کسی که از کلام خدا زیاد در میدیا بینا است مطمئنا باید زیاد اخبار روز هم آگاهی داشته باشه باید زیاد تحقیق بکنه است دنبال اخبار بگردد جستجو بکنه در گوگل نمیدن یوتیوب اخبار تلویزیون باید گوش بکنه با مسائل روز خودش از زیادتر آشنا بسازه این یکی از روش کسی است که زیادتر میخواد در میدیا با از کلام خدا صحبت بکنه یا کسی که در میدیا هستش من زیاد تلویزیون روشن میکردم و میخواستم که اخبار روز را مطالعه بکنم یا بشنوم یا ببینم بی ولی متاسفانه هیچ چیز درش نمیبینم و نشنیدم و ندیدم که دل من شاد بکنم با جز از چی ناامیدی جنگ کشتار خون بم کشتار جنگ 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 وقتی کنار میبینم چی به دل آدمه ناامیدی ناامیدی اینجا بود که من می تیتر بگم یا عنوان این صحبت یا معاوضه را گذاشتم رویا آرزو و امید این سه چیزی است که ما انسان ها در قلب و فکر و دل و زندگی خود ما داریم و با این زندگی میکنیم کلام خدا میگه قوم که آدمی که رویا نداشت او دیگه سرکش است او دیگه به درد نمیخوره. این رویا است که ما را در زندگی به سوی پیشرفت میکشن این آرزو است که ما را در تحرک میاره و ما را فعال میسازه. یا غیر است حالا اما در کل وقتی که اخبار بشنوین مسائل میبینیم گفتیم دل سرد میشیم ناامیدی می, نا می به جای امید بلا فاصله توجه کردیم به کشور خود افغانستان چی شرایط سخت مردم ما میکشن به خصوص خانم ها و دختران که اجازه مدرسه و درس ندارن و چندین مصائبه است شما بره نکی دو تا چندین مصائبه را در تلویزیون یا در یوتیوب اینا میبینین که دخترای نوجوان که باید زمان درس و تحصیلشان نا امید است ولی ناامید هستند هیچ امیدی از این ندارن که برن تحصیل بکنن و درس بخوانن واقعا اگر در شرایط کشور عزیز ایران توجه میکنیم خصوصا جوانان اکثر جوانان در ایران که ازشان سوال بکنیم هیچ به آیندهشان امیدوار نیستند چرا شرایط زندگی چنان زیخ شده که حتی میبینیم که چقدر ماجرت ها روز به روز بیشتر میشه و در مهاجرت ها ما بین اکثر مهاجرت ها جوانان هستند و خاطر همی که آرزوهایشان کشته شده پس اینا در کل دوستان عزیز برای ما چی میاره ناامیدی میاره و خصوصا در این هفته آخر اگر به یاد داشته باشه حتما مطمئن هستیم امید از اون نشه که یک روز که ما دیگه در این کلیسا نباشیم میدونی منظورم چی است این اسمی که داره از فشار میره روی خارجی ها که باید این یک میلیون دو میلیون خارجی به خصوص افغان ها و سوریه ها باید از آلمان برند بیرون خب فکر میکنم که خواب خیال از خداوند نقشه دیگه داره خداوند نقشه داشت بر کدام ما شما که بیایم اینجا اما همه کدام هر کدام از این اگر توجه می کنیم و بخوایم که نامید شیم نباید نامید شیم چرا اگر به عیسی مسیح ایمان داریم و تا زمانی که با وعده های خداوند با وعده های خداوند اطمینان میکنه مطمئنا که ما را این اخبارا و این, این شرایط این روزگار اصلا نامید نا نمیسازه بلکه امید ما با کی است خداوند عیسی مسیح با وعده خداوند با خداوند امید دار و مصلحت دل تو را به تو میدهد و ما در این امید که پر جلال گفته میشه در کلام خدا ما با این امید پرجلال زندگی میکنیم ام؟ امید ما در ایسای مسیح است امید ما به است که ما در آینده کجا می باشیم ما مانند او پرنده نیستیم که در یک قفس قید شده باشیم یک پرنده بسیار زیبا اگر در یک قفس قید است چی را فقط اول این چیزی که داره یک آرزو داره که در باشه و از اینجا پرواز بکنه بره این آرزو یک پرنده هستش پس در این جریان چی دیگه چی می رویا میبینه پرنده دا داخل قفس با خودش که ای کاش من ای قفس نبودم می رفتم بیرون نمیدانم روی شاخچه ها میگشتم چه, چه میکردم و آشیانه درست میکردم یه از این که درش داره اما زمانی که به قفز نگاه میکنه و خودش را در داخل قفز میبینه کاملا ناامیدی برش میایه دیگه امید نداره در قفز بسته دو تا ظرف آب و غذا گذاشتگی فقط از امو امرار زندگی میکنه و چیز دیگه نداره با اگر با کناری آشنا هستین مطمئنا بعض اوقات بسار میگن کناری خوب میخوانه خوب داره صدا میکنه برادر قدوس فکر کنم این بیشتر میفهم از ما شما اما به نظر من فکر شخصی من است که او کناری سرود نمیخوانه موزیک نمیخوانه خوشحالی نداره بلکه فریادهای درون دلش است که از کس قفص بیاید بیرون و ما انسان ها متاسفانه به همچون شرایط میتانیم صد هم اگر گفتم به وعده های خداوند ایمان نداشته باشیم شعر به با یاد ما از حافظ که میگه خوش است درد که باشد درمانش خوش است درد که باشد درمانش دراز نیست بیابان که باشد پایانش پس هیچ بیابان نیست که پایان نداشته باشه و در پایان هر مشکل یک شادی می آید. آمین و این شادی ارتباط داره بازم به با ای که ما چقدر با خداوند زندگی می کنیم به ودای خداوند دلت را ببند گوش بده با آواز و ببین چی بهتون تو می عنوان صحبت امروز هم رویا و آرزو و امید است بیان کوتاه یک مرور بکنیم به آرزو رویا و امید آرزو آن خواست بیرونی و فکری انسان است خاست فکری و بیرونی انسان که خواسته هایی داره مرگ کدام ما انسان ها در مجموع خواسته هایی داریم و آرزو داریم این آرزو ما ارتباط داره یا به گذشته که اثرت اکثرا می خریم ای کاش اینا می داشتم ای کاش آن را می ای کاش این کار را می کردم اکثرا آرزوهایی که از در گذشته نداشت برش نرسیدیم اثرتش را می خوریم. یا آرزوهایی که برای آینده خود داریم اینا چرا در فکر می گرده. فقط ذهنی است اینا چیزای جسمانی است ای کاش که بتانم در زمان ارزم به برسم که دکتر شوم مهندس شوم تشکیل خانواده بدم نه موزیک دان شوم این شوم ماش. ما روزایی که در سر میپروانیم و معمولا خب ارزای ما همیشه ارزای نیک است همیشه چیزای خوب داریم و دوای ما که خداوند همه ای ما را به اینا برسن این آرزو هستش ولی گفتم آرزو اینا چیزی است که فکری هستش نه اینکه حتما به او دست پیدا بکنیم خیلی از آرزوها هست که برش دست پیدا نمیکنیم او را به دست نمیاریم اما خیلی چیزا هست که او را به دست میاریم اما برمیگردیم به اینکه ایزان اینا آرزو رویا و امید اینا از هم فرق دارن ما خیلی وقتا این ها رو با هم میگیم اما اینا فرق دارن از این چیزا به این رویا رویا چی است رویا دوستان عزیز از طرف خدا بر ما دادن میشه رویا یک آن آلت یا خواست درونی است که نه به ما بلکه از بالا بر ما داده میشه و ما در کلام خدا نمونه داریم و میخوانیم خداوند با آموس در رویا صحبت کرد خدا با اسقیال صحبت کرد خدا با نبیا و پیغمبران زیاد صحبت کرد خدا با یویل صحبت کرد خدا با میکا صحبت کرد نه؟ در باب دوی کتاب می میخوانیم که چطور دختران نبوت میکنن و چطور پیرمردان مثل من خواب ها میبینن و جوانان رویاها میبینن رویه های زیبا رویه, های رویه هایی که برای آیندهشان میخواین زندگی بسازن بعضی از رویاها بسیار شیرین و رمانتیک است بسیار عاشقانه هستش و دعای ما خصوصا بر جوانانی است که خداوند شما را به این رویای رمانتیکتان برسانه و این باب ابقوق ربراش می رسیم خدا بر حبقوقهم یک رؤیا میته من دوست داشتم که این آیه از کلام خدا بخوانیم در کتاب ابقوق باب دو چند تا آیه را می من از انجیل دری خدمت شما می خوانم اونجا من از انجیل ازاره نو است خداوند به من جواب داد این رویه است که خداوند وعده تحقق شمعه اما در عصر و زمانه که خودش اراده میکنه همه این چیزا دوستان عزیز ارتباط داره به اراده خود خداوند خداوند به من جواب داد آن چرا که در رویا به تو نشان میده هم به طور واضح و خانا بر لحوه لوه ها بنویس تا هر کسی بتواند با یک نگاه آن را بخواند این رویا فعلا عملی نمی شود اما در وقت مقرر و معین اتفاق می افتد و آنچه را که با تو نشان میده هم حتما واقع شدنی است شاید تا وقوع آن مدت زیاد طول بکشد ولی منتظر باش زیرا وقوع آن حتمی است و بدون تاخیر رخ میدهد آمین بدون تاخیر رخ میدهد حتما تحقق پیدا میکنه این رویا چرا به چی دلیل چون خدا خودش پشت این رویا است چون خدا خودش این رویا را میده پس اگر ما آن چیزی که از خدا دریافت میکنیم یکی آرزو است که ما میخوایم در آینده کشی شوم خب خدا نمیخواه یا یعنی آرزو شخصی من است خدا ولی بر من رویا میده که نور تو میتونی فلان کار دیگه رو انجام بدی و پشت این رویا که خدا میته و استاده هم است و او خودش تحقق میده این کلام خداست نه؟ خدا خودش گفت ما ولی منتظر باش زیرا وقوع آن حتمی است حتما به وقوع می پیمنده چرا خدا خود این کار انجام میده این رابطه تق... به رویا بود قسمت سوم امید امید چی است امید آن خاص درونی است که ما نداره منوز اما به او دست پیدا کنیم ام؟ نداریم اما دست پیدا میکنیم امید از طرف ماست اما به دست پیدا کردنش یا به وقوع پیوستنش یا اینکه انجام شود این باز کی میته که با رویا نزدیک است اینم خود خدا میکنه این کار گفتم خیلی از رویا آرزوها انجام نمیشه اما امیدی که برش داریم او انجام میشه چرا میشه باز میگم به خاطر از ای که در کتاب مقدس در کلام خدا امید پرجلال نامیده شده و امید ما ما در کلام رومیان با هشت خیلی از آیات را داریم بسیار از آیات در مجموعه کتاب مقدس در رابطه با امید داریم پس امید از جانب خدا برای ما در قلب ما داده میشه و هم خودش انج... اه... چی میکنه؟ عملی میکنه خداوند این امید که گفتم از طرف ماست مثلا ما امید دارم و امید ما پرجلال جلال است و باور دارم که امید ارتباط به ایمان در وابسته به با ایمان است امید بدون ایمان هم انجام پذیر نیست چرا ایمان نسبت به خداوند است و انجام دهنده امید ما خداوند است پس این امید را خداوند به انجام میرسانه من امید دارم به اینکه این امید پرجلال من در آینده در آغوش پدر در آسمان هستم. این بسیار پر جلال. من امید دارم که در این آیات جاودانی که از خدا دریافت کردیم با کمک و هدایت و روی قدوس خداوند و با سعی و تلاش من که بخوایم تلاش بکنم و تصمیم بگیرم و مردانه و صادقانه در ایمان بیستم بمانم در روی خدا بمانم از روی خدا هدایت بکنم با روی خدا زندگی بکنم و برم اون جایی که خداوند بر من در نظر داره در عبد با او باشم در آغوش پدر اگر من در این دنیا آن چیزی که کلام از من میگه زندگی نکنم مطمئنا شاید اون امیده که خداوند برای من در نظر داره به اون نرسم و این بسیار واضح ما در کلام خدا می خواهیم. خب الان یکی دو تا آیه دارم خدمت شما از کتاب که با هم مرور بکنیم مزمور 119 آیه 114 چقدر زیبا میگه میگه تو پناهگاه و سپر من هستی به تو امیدوارم سپر پناهگاه ما کی است خداوند عیسی مسیح ما آن روی قدوس خدا را داره معیزان که ما را افز و نگهداری میکنه پناهگاه ما در این ضربات شیطان در دنیا است پس به او امید داریم این است امید پر جلال من امید ندارم که فردا بهترین آپارتمان دنیا را داشته باشم چون توانمندیش در خودم نمی بینم که بارم قد پول داشته باشم او را بخرم اما امید داری دارم که عیسی مسیح مرا در آغوش خود می داشته باشه این امید دارم مطمئنا که شما هم داریم این امید پر جلال است پس آیات زیاد گفتیم داریم سه چیز در نظر داشته باشیم ازن داشتن امید زندگی کردن با امید و در انتظار به دست یافتن امید اینا را کلام خدا بر ما تعلیم میده بسیار واضح و بسیار زیبا و بدون هیچ کدام فرمولی که حل ناشدنی باشه و خیلی هم بزرگ باشه خدا داشتن امید زندگی کردن در امید و در انتظار بدست یافتن یا به از گرفتن یا بر رسیدن به اون امید را خود خداوند بر ما کمک یاری و تعلیم میته از کجا از این کلامش مزمور 43 آیه 5 میگه ای جان من چرا محزون شده ای به خدا امید دار ای جان من آیات زیاد است نمیخوام وقت از زیاد بگیرم کتاب رومیان با 8 گفتیم ای من خواهر برادران که از است طریق میدیا میبینین در کتاب مقدس با دو شخص آشنا میشیم زیاد است من فقط به عنوان نمونه دو شخص از کلام خدا خداوند در قلبم گذاشت و انتخاب کردم این دو شخص آرزو رویا امید هر سی از در قلب خود دارند در دل خود دارند در ذهن خود دارند در فکر خود دارند اما با یک تفاوت یک فرق در این مسیر اینا دارند شخص اول ما امروز در روزایی هستیم که ما قبل در این شب روز چی را جشن می گرفتیم میلاد خداوند من عیسی مسیح زمینی شدن خداوند عیسی مسیح درست و این تحقق پذیرفت عیسی مسیح گام گذاشت برای زمین حالا تقریبا یک ماه از این موضوع مگذره و مطابق رسوم دین یهود اولباری باید بعد از زمان ماینش که انجام میگیره باید بره در معبد بر خدا تقدیم شونه که من و شما اینجا تقدیم بچه ها داریم نسین عزیز با پاسر همیشه دعا میکنن و کلام رو میگن بناهن ایسای مسیح توسط مریم مادر زمینی و یوسف پدر زمینی میره به معبد که برای خدا تقدیم شوند در اونجا چی به چی سر میخورن چی را میبینن یک شخص را میبینن که دوان, دوان 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 به طرف کی میایه به طرف عیسی مسیح به طرف مریم و یوسف میایه این شخص در انتظار چی هست در انتظار و امید آن روز است که خداوند را یک بار در آغوش بگیره و با خودش اد کرده که من تا زمان که این کار انجام نشه نمیمیرم میرم با خداوند گفته و خداوند راش گفته تا وقتی این کار نکنی تو نمیمیری و ببخشید کتاب لوقا باب دو است من یوحنا گفتم در کتاب لوقا باب دو بیان این آیات را از کلام خانم بعدا اینکه چرا لوقا گفتم نمیدانم لوقا باب دو در لقا باب دو از آیه بیست دو بعد از آن که روزهای پاک شدن مطابق شریعت موسی تمام شد کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است هر پسر اولباری از خداوند شمرده می شود و نیز مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی تقدیم کنند یعنی یک جفت فاخته و یا دو جوجه جو جو کبوتر حالا آیه 25 در اورشلیم مرد به نام شمعون که درستکار و پارسا بود و در انتظار نجات اسرائیل به سر می برد و رول قدوس بر او بود از طرف رول قدوس به او خبر داده شده بود که تا مسیح وعده شده خداوند را نبیند نخواهد مرد او به هدایت روح به داخل عبادتگاه آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که مطابق شریعت مقرر بود انجام دهد شمون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد گفت حال ای خداوند مطابق وعده خود بنده خود را به سلامت رخصت ده من فکر کنم این زمان بسیار پرشکوه بر شمون بود یک زمان بسیار هیجان انگیز یک زمان بسیار پرشکو و از ببین عزیز زمانی که آدم بش امیدی که داره به او آرزویی که داره اون چیزی که در قلب داره چرا گفتم امید در قلب است آرزو در فکر و ذهن است شمون در قلبش بود خدا میدانست از قلبش و توسط روی خودش به او هدایت داده بود ببین تا زمانی که مسیح معود در آغوش نگیری نمیمیری بعد از این باز میای آسمان اول باید مسیح در آغوش بگیری این چقدر من که هیجان زده میشم به این حرف واقعا لذت میبرم از حضور خداوند که من زمان باشه که من در ملکوت در آغوش پدر در آغوش عیسی مسیح باشم ایش قدر زیبا خواهد بود نه این چی لحظه است که من بتونم در آغوش پدر باشم و شمون به این امید دست یافت خدا برش داد این امیدشه رسید به اینجا که عیسی مسیح را در آغوش بگیره فرد دوم کی است حالا میرسیم به یوهنا شخص است که سی و سال بغل حوز افتاده شل است شما میدن داستان حتما نمیخوام کل آیات را بخوانیم حوز است که هر سال یک بار گفته شده که توسط فرشته خداوند یاب تکان میخوره و هر شخصی که اولین بار خودش داخلش پرد بکنه شفا حاصل میکنه و بس مرد شلی است که سی و هشت سال بغلی حوز افتاده و دیگه هیچ امید درش نمانده هیچ آرزویش اصلا برش خشک شده کشته شده یا آرزو در فکرش مریض شده خیلی زیاد و دیگه نمیدانه چی بکنه عزیز فکر کن یک شخصی که سالها بگذره و با آرزوی خودش نرسه و یه آرزو رو هر روز در دل خود داشته باشه نرسیدن با آرزوها چی رو به وجود میاره؟ ناامیدی نا امیدی میاره وقتی که با آرزوهای دست نا ناامید میشی ها؟ حالا این امیدی رو کی میاره در زندگی ما این شریر میاره شیطان میاره برای فرزندان خدا شریر خیلی هوشیارانه عمل میکنه کوشش میکنه اولین کار بکنه ما رو به آرزوهای ما نرسونه تنبلی در ما میاره راه های خلاف از هران را را پیش میاره تا نتونیم با آرزوهای ما برسیم چرا اگر رسیدیم که خب خدا را امن نگیم وقتی نرسیم خدا رو ملامت میکنیم از خدا دور میشیم هزار راه و بد و بیرا بر خدا نسار میکنه که من من را دوست نداره ترک کده و رد کده و من این است و من آن هستم پس شریر میخواد که آرزوها را از ما بدازده و این سی و هشت سال این شخص چیز تنبلی خودش که کمی نتانست چی کسی نبود که بکنه این کاره بالاخره بر شکل بود این شخص سی و هشت سال نتانست که به آرزو خودش برسه این نرسیدن به آرزو چی کارش کرد ناامیدش کرد اس امید درش نبود چون کلام خدا اینجا میگه وقتی که عیسی ازش سوال میکنه میگه ایسا عیسی کس نیست مرا حل بده کس نیست مرا داخل آب بندازه این دیگه انتهای ناامیدیش راست انتهای ناامیدیش نشان میده و اینجا سی و هشت سال یک شخص در ناامیدی و زندگی بکن و یادم آمد وقتی که این آیت را می خوانم آیتی از امثال سلیمان باب 13 آیه 12 که چی میگه میگه که بین از بخوانم چون از ابز اگر بخوانم شاید اشتباه بکنم باب 13 آیه 12 میگه آرزویی که انجام آن به تعویق افتاده باشد دل را بیمار می این شخص دیگه چیز باقی نمانده بود امیدش از دست رفته بود چرا ایسا را گفت که چون تا تکان بخورم کسی دیگه خودش را اونجا در آب انداخته کسی نیست مرا در آب بندازه پس این شخص بیماریش بیمارتر شده بود مریضیش مریضتر شده بود چیزی در رمق در حیات نداشت به نظر من اما ادامه آیت چی میگه این ادامه آیه خوب گوش کن عزیز میگه اما مرادی که برآورده می شود خوشی و حیات میبخشد آن آروزا و مرادی که به وقوع میشه و او را به دست میاریم او بر ما حیات میشه و حیات بر ما شادی میده و این را ما در کجا میبینیم در باب پنج انجیل یوحنا در آیه هشتم و زمانی که عیسی مسیح بر این مرد که سی و سال ناامید از همه چیز افتاده عیسی برش میگه برخیز و به سرت را وردار برخیز و به سرت را وردار وقتی که این به سر را میورداره بلند میشه از جایش اونجا خدا برش چی را داد؟ آرزویش داد خدا چی را برش داد؟ امیدش را به اون چیزی که لازم داشت نیاز داشت خدا برش داد من فکر کنم و این باور به ای دارم که خداوند بیشتر از آرزوهای ما اول نیاز ما را بر ما شاید این شخص در سی و هشت سال دیگه امیدشون نداشت آرزوش بود که اگر یک شخص را حول بده داخل آن. اما خدا برش نگفت که من برای یک شخص میارم میارم من عیسی هستم بیام تو رو حل میتم داخل آب بلکه گفت به سر بردار و بلند شو برو و این شخص کار میکنه عیسی با او گفت برخیز به سرت را بردار برو آن مرد فورا شفا یافت و به سر خود را برداشت و برا افتاد حتما جست و خیزت شدی کرد بعدش من در معبد و بعد صحبت میشن قسمت هایی که بعدی آید. و چقدر زیباست ایزان که اگر فکر میکنیم که آرزوهای ما خشک شده از بین رفته ده چیز نداریم به این رسیدن به های ما میدانم که خیلی از ما دل هستیم خیلی چیزا هنوز به دست نیافتیم خیلی چیزا در قلب و فکر ما داریم منوز برش نرسیدیم شاید هم اصلا امید ما ازش نیست من مطمئن هستم منم که دارم مطمئنا که شما هم دارین عزیزان که از می بینن اونام دارن چرا ما هیچ انسانایی نیستیم که حتما هر چیزی که در قلب و فکر و آرزو و امید داشته باشه بلا فاصله با او دست پیدا بکنیم خداوند در کلامش برای میگه برای هر چیز وقتی است برای هر چیز زمانی است شاید یک سلسله آرزوهای ما را که از خدا نیست برای ما نمیده با وقت و زمانش مثل که کلام برای ما میگه شاید هم خواستای ذهنی و فکری ما است که لازم نیست داشته باشیم خدا میگه خب صبر که اول نیاز دیگه داری تو او را باید ما برسانم و اینجا هستیم که دوستان عزیز فکر میکنم این شعر سعدی باز ما را بسار زیبا رنمایی میکنه گفته بودم چو بیابان غم دل با تو گویم گفته بودم چو بیایی غم دل با تو گویم چی بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی ها؟ چقدر میتونید اگر معنی بکنیم ارتباط میگیره به این کلام از خدا حتما از کلام خدا نیست ولی این میتونه که صحبت ما را مسیر بده گفته بودم چو بیایی غم دل با تو گویم اگر بیانه اگر عیسی مسیح بیاید و تمام غم دل خدا برش میگم خداوند عیسی مسیح من این آرزو این امیدها را دارم در زندگی چی بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی بس چی بگویم عیسی مسیح وقتی که تو آمدی پس تمام این ناامیدی این غم این شک این تردید این این شکستگی ها گفته پاسور یقته رفت تمام شده چرا چون تو بیایی چون عیسی مسیح آمد عیسی مسیح آمد مزمور 31 آیه 24 ای همه کسانی که به خدا امید دارید قوی و دلیر باشید من فکر میکردم این آیه برای من و شما امروز چی میته قدرت میته قوی و دلیر باشیم ما از احسان گفته بودم که برای هر پین دقیقه یک دفعه دستش بلند بکنه خودش نیست ده دقیقه دیگه خدا را شکر مزمور سی بی اک بیست میگه ای همه کسانی که به خدا امید دارید قوی و دلیر باشید چند نفر به خدا امید داریم؟ خدا را شکر امروز دستا زیاد بلند شد پس خداوند میگه قوی باش دلیر باش نترس حتی اون آرزوهایی که فکر میکنی دیگه دست برش پیدا نمیکنی خدا میگه نه ترس دعا بکن میکا با به هفت آی هفت منتظر خداوند هستم صبر میکنم دعای مرا میشنود و مرا مستجاب میکنه صبر صبر میکنه میگه گر صبر کنی حلوا زغوره گردت حلوا چی گر صبر کنی زغوره حلوا سازی خدا پس منتظر خداوند هستم صبر میکنم او مرا مشنوه چون خدای من زنده است عیسی مسیح زنده است آغوشش برای من تو است پس دلیر هستم قوی هستم نه امید نیستم شاد هستم افتخار میکنم باور دارم که عیسی مسیح مرا مستجاب میکنه آمین؟, آمین اگر به وعده های خداوند باور داری هیچگاه ناامید نمیشی نمیشه عزیز داشتن امید امروز فردای من تا مسیر میته و او را تضمین میکنه مانند کی؟ مانند شمون شمون مدت را صبر کرده بود تا زمانی که مسیر در آغوش بگیره و این لحظه هیجان انگیز این لحظه که هر انسان با ایمان به خدا به نظر من این لحظه را باید لحظه شماری بکنه این خداوند برش داد مانند شمون شمون میسای مسیر در آغوش گرفت با صبر که داشت و او صبر را که منتظرش بود تا مسیح معود بیاید و آمد چون حتما از گذشته ها شنیده بود که مسیح معود آید و آمد و در آغوش گرفت ابرانیان باب 11 اول چقدر زیبا بر ما میگه میگه که ایمانه که ایما ایمان که ایمان اطمینان است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقاد است به چیزهایی که نمیبینیم. بینیم آمین ایمان اطمینان است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقاد است به چیزهایی که نمی بینیم گفتم امید را ما در دل داریم هنوز به او دست نمی رسیم اما امید داریم اطمینان داریم چون عزیزان گفتم امید و اطمینان وابسته با هم هستند داشتن امید آرزو میشه بدون ایمان اگر امید داری که در پشتش ایمان نباشه که او ایمان ما را به امید میرسانه تنها امید میشه همو آرزوی فکری که یک روز از سر میه و فردا میره خصوصا نوجوانان بیشتر این فکر دارن من حمید پسرم ما یک دفعه سوال میکنم حمید در آینده چی آرزو, داری باشی یک بار میخوام پلیس میشم یک بار میگفت که من میخوام برم بزنس بخونم یک روز میخواست که برم من نمیدم که یک چیز دوکان که شکلات و آیس داشته باشه یک روز میخواست یک چیز باشه یک روز میخواست که نمایشگاهی ماشین داشته باشه ماشین فروشی را دوست داشت هر شش ماه پنج ماه چهار ماه یک بار آرزوهایش تغییر میکرد و اینجا اگر ما ایمان داریم او ایمان امید و توسط ایمان به وقوع پیدا فکر کنم که سه چهار دقیقه دیگه وقت داریم از این یک آیه آخر هم بخوانیم رومیان باب پانزه آیه سیزده با, ای با این آیه آی از ختم میکنیم و من میخواییم از این که این آیات را که قسمت آخر صحبت است از باب پانزه کتاب رومیان آیه سیزده این خوب دقیق گوش بکنیم و بیانید از پرده شما هم بخوانیم و با هم میره مرور بکنیم من فکر میکنم که من میخوایم با این آیات شما را امروز بفرستم به طرف خانه هایی که بعد از جلسه میریم و در رابطه با این آیه فکر بکنیم در رابطه با این آیه تعمق بکنیم این آیه را در تا این هفته با خود ما مرور بکنیم با این آیه زندگی بکنیم ببینین که از این صحبت که من داشتم با این لحجه ضعیفم و این آیه قوی که خداوند با شما صحبت میکنه ما یک قول به ایزان هفته آینده که اینجا میم برای جلسه عبادتی ببینین که چی شهادت دارین چی از خدا دریافت کردین خدا با شما چی صحبت کرده ما آرزو قلبی من از امروز در این صحبت از شما که هفته آینده یک شهادت پر برکت عزیزا از نه یکی دو نفر چندین نفر اینجا بشنویم آماده هستیم که با این آیه این هفته را زندگی بکنیم خدا که سرچشمه امید از شما را با وسیله ای ایمانتان چنان با خوشی و سلامتی کامل پرسازد که با نیروی رول قدوس امید شما روز به روز افزون گردد امید شما روز به روز افزون گردد با کی؟ با قوت کی؟ با قوت رول قدوس پس میخوایم این هفته را جدا. بیش از هر روز دیگه حتی بیش از ده دقیقه دیگه بیش از یک ساعت دیگه بیشتر با روح قدوس یکی شویم و بیایم از خداوند بخوایم کدام آرزوی ما مرده و خشک شده برای ما را زنده بکنه کدام چیزی که ما اصلا فکر برش نکردیم که یک امید است در ما او در ما زنده شوه امید برای ما و در این امید زنده ما هر روز زندگی بکنیم هفته آینده اینجا شهادت به آمین خدا را شکر بر وجود شما عزیزان خداوند شما شما برکت بده بیاین لحظه دعا بکنیم و قلب های ما را زمان های ما را به خداوند بسپاریم و در این دعایی که من خدمت شما می کنم با هم می کنیم بگیم که خداوند ما را آماده بسازه بران اطمینان که امیدی که خدا در قلب ما میتا خود خداوند ما را به او برسانه امید مثل شمون ما یک امید در قلب داشته باشیم که خداوند را در آغوش بگیریم امید می بگم آرزوهای دنیایی زیاد است خدا را شکر برکات های خداوند زیاد است خداوند بسیار برکت ها داره با ما شما باران رحمت خدا همیشه هم بارانی است بیاین امروز دعا بکنیم که خداوند چنان ما را خدمت بکنه در شمون را در معبد من فکر می کنم که خداوند خدمت کرد این نوی از خدمت خداوند برای شمون بود که اجازه داد که در آغوش بگیره بیاین خداوند را رو روی قدوس در آغوش بگیریم در قلب بگیریم آمین خداوند ایسای مسیح شای شاهان خداوند زنده خدایی که از آسمان ها آمدی تا ما تنها نباشیم آمدی خداوند که راه های تاریک پرخم و پیش ما را خداوند تو کمک یاری بکنی آمدی خداوندا تا آن آروزه های خوش شده و از دست رفته و آن ناامیدی های ما را خداوندا تو به امید تبدیل بکنی آمدی خداوندا تا خشکی های ما را تو آبیاری بکنی چون تو آب حیاتی خداوندا میدانم مسیح جان وقتی که با تو خداوندا پیوند بگیریم وقتی که خداوندا با حضور تو دعا بکنیم و بگویم که تو هستی پناهگاه و سپر من خداوندا هیچ وقت شریر شیطان نمیتونه در زندگی های ما کار بکنه که ما را ناامید بسازه خداوند این امید پر جلال این امید زنده این امید پر شکر خداوند در قلب های عزیزان ما خداوند شعله بساز و توسط روی قدوس خودت خداوند روز به روز روز به روز خداوند اینا بیشتر و بیشتر و بیشتر بکن تا بدانیم خداوند امید دعوت تو چیست خداوند بدانیم به نام عیسی مسیح آمین. فایز خدا باش ما باش